ما در ابتدای امسال خب خیلی صحبت ها این بود که ما در واقع ارز ترجیحی رو برداریم و شروع کنیم در واقع مثل کالای اساسی عمل بکنیم. منتها این کار دارو یک چیز حیاتی و بسیار مهمه و باید دوش برنامه‌ریزی می‌شد. این بود که در سازمان غذا و دارو تعدادی از جوانان دانشمند، باهوش و جهادی یک کار شبانه روزی رو انجام دادن و 9600 قلم دارو رو تمام اینها کدها مشخص، مبالغش مشخص و این فرضیه این که ما اگر که این داروها رو بیاییم از حالت ترجیحی بخوایم به آزاد تبدیل کنیم چه وضعیت قیمتی پیدا میکنن. با این کاری که انجام شد دو تعریف ما داشتیم. یکی بحث فرانشیز بود که خب همه میدونن، مثلا میگن دارو 70% مثلا دولت بیمه میده، 30% مثلا فرانشیز میدن یا همچین وضعیت، این همه میدونستن. ولی چیزی که اضافه شد بهش میگن یارانه سلامت، یعنی ما اون اختلافی که باعث افزایش قیمت میشد به اسم یارانه سلامت تنظیم کردن. در تمام این داروهایی که به نحوی افزایش پیدا میکرد به دلیل اینکه ارز ترجیحی به ارز آزاد تبدیل میشد، این رو به عنوان یارانه سلامت تعریف شد و یک بسته هوشمند در واقع رایانه‌ای که در یک ابر رایانه‌ای به اسم تیتک، ما یک ابر رایانه داشتیم به اسم تیتک در اونجا تعریف شد. بنابراین این بسته برای اینکه بتونه این بسته هوشمند آماده بشه چند ماه طول کشید، به طوری که ما این رو پیش بینی کرده بودیم که اگر این وارد شد تو سیستم، تو داروخانه ها، تو مراکز درمانی، تو بیمارستان ها، در همه جا به شکل یکسان بتونه که کنترل بشه. اینطور نباشه که مثلا یه دارو در یک جایی یه قیمت داشته باشه، در یه شهر دیگه یه قیمت دیگه، در یه جای دیگه یه قیمت دیگه، همه اینها با هم در واقع همخوانی داشته باشه. به این شکل